اونا که با هم معلمای من بودن خیلی تاثیر گذاشتن مسلماً. بعدم خب کسای دیگه که کتابشون خوندم تشخیص دادم چه کتاب خوبیه، چقدر کار خوبی کرده، چقدر کاش من مثل این میتونستم بنویسم. یکی از استادای من الول ساتون بود، بین مثلا نویسنده های مربوط به ایران معروفه، روی نفت کار کرده، خیلی ایران شناسه. آخه ایران شناسا تقریبا دو نوعن، یا علاقمندن به ایران یا متنفرن یه جوری. الول ساتون خیلی ایران دوست بود و استاد من بود. من اصلا خیلی ازش کمک گرفتم، خیلی راهنمایی کرد، خیلی اصلا خاطره فوق‌العاده‌ای گذاشته برای من. متانتش، علاقهش، تیپ کارش. یکی دیگه آقای دکتر زریاب، زریاب خویی. دکتر زریاب خب حالا نمیدونم خیلی ها بشناسنش یا نه، ولی مورخ خیلی باسوادی بود. در چیز در وقتی من وارد دانشگاه شدم ایشون رئیس گروه بود. خیلی آدم باسوادی بود، البته زیاد ننوشت، ولی انقدر این پر بود، انقدر اطلاع داشت، انقدر انسانیت داشت، میدونید، کمک میکرد. اصلا دلیل اینکه من رفتم دکترا بگیرم دکتر زریاب بود، برای اینکه گفت اگه میخواید دانشگاه بمونی بدون دکترا پیشرفت نمیکنی، حتما باید بگیری دکترا. خیلی کمکم کرد که من برم. دیگه یک آقای هست به نام آقای گرنی، جان گرنی، که اونم ایران شناسه، اونم از اون ایران شناسه است که ایران دوست داره، استاد آکسفورد. خب تیپ کارش مؤثر بود رو کار من، یعنی هم مثلا تز من خیلی کمک کرد و یادم، یعنی یاد گرفتم ازش. کسی که من فکر میکنم نمونه است از لحاظ کار فراگنره، که استاد تاریخ ایرانه و واقعا کارهایی که کرده بی نظیره. فراگنر اصلا دارالمعارف تاریخ ایرانه. آقای افشار بودن، که ایرج افشار، که اونم خیلی خاص بود. البته ارتباط گرفتم باش مخصوصا برای خانم‌ها بعد سخت بودم، چون راحت ارتباط برقرار نمی‌شد باش، ولی به طور مورخ خب خیلی کار کرد، خیلی کار کرد، خیلی سند چاپ کرد، خیلی فعال بود. میدونید اینا همه نمونه بودن دیگه. یکی که کار نمی‌کرد آدم می‌دید خب چه حیف، مثل زریاب، ولی خب استاد خوبی بود. یکی پرکار بود، یکی مثل باستانی پاریزی بود که شخصیت اصلا خاصی داشت، دوست داشتنی بود و هر کی باش سلام میکرد یه کتاب میداد. خیلی و اون من کارش رو دوست دارم. حالا خیلی ها ایراد میگیرن، ولی واقعا یک ریزکاری های تاریخ نگاریش داره که منم دوست دارم اینطور نکات ریز ریز رو برجسته کنه آدم در بیاره. یه مقاله داره که یعنی یه قسمتی کتابش هست راجب شال بافی در کرمان، و اینقدر این تیکه هم شعر آورده، هم قصه آورده، هم مثال زده، هم راجب این حقوق شال بافا گفته، راجب مثلا مرضاشون گفته، اینقدر این تمام اون داستانه. آره میتونید یعنی یه چیزهایی رو به هم بافته که از اطلاعات مختلفی که جمع‌آوری کرده. خیلی اطلاعات جالب، خیلی مورخ خاصی بود. خلاصه بودن دیگه، میدونید در طی زندگی من خیلی ها بودن و آمدن و هستن و رفتن.